درود خدمت همراهان عزیز. تصور کنید که با بهترین قهوه دنیا از خواب بیدار میشید و روی قایق تفریحی چند میلیون دلاریتون قدم میزنید و روز رو با عیش و نوش بگذرونی و با ضیافت‌های مجلل به پایان برسونی، در حالی که کشور شما با فقر و قحطی شدید دست و پنجه نرم میکنه. اینا اتفاقات عادی یه روز زندگی کیم جونگ اونه. زندگی رهبر کره شمالی فرای تجملاته و رازهای عجیبی در زندگی اون وجود داره. برای پرده برداشتن از زندگی کیم جونگ اون با ما همراه باشید. فقط تا آخر ویدیو بمونید، چون آخر این ویدیو واقعا عجیبه و پراتون میریزه. لایکو بزن بریم که بهتره کنیم. برخلاف رهبران بزرگ دنیا که برنامه‌های شلوغی دارن و روزشون رو از سپیددم شروع میکنن، کیم جونگ هر موقع که دلش بخواد بیدار میشه و بستگی به مهمونی‌های شب قبلش داره که چقدر نوشیدنی خورده و چقدر با دخترها صفا کرده. یه شایعاتی هم هست که میگه کیم جونگ با بیخوابی دست و پنجه نرم میکنه. کیم کسیه که دستور اعدام‌ها و ترورهای زیادی داده. آیا نباید با استرس و ترس بخوابه؟ اما شب‌های بیخوابی رهبر کره شمالی فقط به دلیل پارانویا و ترساش نیست. عادات ناسالم او هم در این مشکل دخیل هستند. کیم در خوردن غذاهای لذیذ و سنگین و نوشیدن الکل افراط میکنه. در ابتدای صبح در کره شمالی آهنگ‌های وهم‌آوری با بلندگوها در همه جا پخش میشه که به عنوان زنگ بیداری برای کل مردم عمل میکنه و در این آهنگ‌ها به تمجید از خانواده کیم میپردازن. اما فکر نکنید که کیم هم با این آهنگ‌های دلهره‌آور از خواب بیدار میشه. در حالی که مردم کشور برای پول درآوردن مجبورن بلند شن، کیم احتمالاً هنوز توی تأثیرات مهمانی لوکس و لذت‌های دیشبش غرقه. زمانی که کیم جونگ بالاخره تصمیم می‌گیره که از خواب بیدار بشه، اولین چیزی که مصرف می‌کنه قهوه است. اما نه اون قهوه‌ای که من و تو راحت می‌ریم می‌خریمش. او فقط دانه‌های قهوه برزیل که بهترین قهوه دنیاست رو مصرف می‌کنه. قیمت اون 500 دلار برای هر پوندشه. گزارش شده که کره شمالی فقط 1 میلیون دلار از این قهوه ممتاز رو وارد کرده برای شخص کیم جونگ اون. متاسفانه در همین حال که رهبر کره شمالی قهوه میلیون دلاریشو مینوشه، میلیون‌ها انسان در کره شمالی امیدوارن که غذای کافی برای خوردن پیدا کنن تا گرسنه نمونن. حدود 60% از مردم کره شمالی با کمبود مواد غذایی دست و پنجه نرم می‌کنن. بریم سراغ صبحانه سلطنتی کیم جونگ. بعد از قهوه‌ای که به اندازه زندگی ما و کل فامیل همون قیمت داشت، داداشمون میره سراغ صبحونه. کاسه پر از غلات و پنیر و نون توست رو فراموش کنید. میز مملو از گوشت‌های کمیاب و گران قیمته. ما در مورد سوسیس و استیک صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد گوشت گاو و ژامبون پارمای ایتالیایی حرف می‌زنیم. غذاهای کمیاب و گران قیمتی که بیشتر ما فقط توی رویا می‌بینیم. گوشت گاو که غذای اصلی کیم به حساب میاد، با قیمت 200 تا 500 دلار به ازای هر پوندش پخته میشه. در حالی که کیم این غذاهای کمیاب رو بر بدن میزنه، مردم کشورش با رژیم‌های غذایی ثابت مثل برنج و لوبیا خودشون رو زنده نگه می‌دارن. پروتئینی که از گوشت تامین بشه برای مردم کره شمالی یه افسانه است. پول یه وعده غذایی کیم جونگ میتونه شکم یه شهر رو سیر کنه. کیم علاوه بر گوشت‌های کمیاب به پنیر، مخصوصاً پنیر امنتال سوئیسی علاقه داره. در سال 2014 رهبر کره شمالی به نقرس مبتلا شد، بیماری که بر اثر خوردن غذاهای غنی مثل پنیر ایجاد میشه. کیم جونگ ورزش نمی‌کنه و عادات ناسالم داره. اکثر رهبران جهان به داشتن تناسب اندام برای مقابله با استرس‌های شغلی خودشون معروفن. اما ورزش بخشی از روتین کیم جونگ نیست و چاقی او احتمالاً به دلیل فشار بالا و حتی دیابته. کیم یه تیم دانشمند استخدام کرده تا فقط راه‌هایی برای افزایش عمرش پیدا کنن. کل کار این تیم اینه که مراقب سلامتی کیم جونگ اون باشن تا زمان بیشتری در قدرت بمونه. اما هیچ علمی نمیتونه جلوی ضررهای ناشی از عیش و نوش و نوشیدن الکل و خوردن غذاهای مضر رو بگیره. روز کاری و حفظ ظاهر توسط کیم جونگ اون. زمان این رسیده که رهبر کیم به کارهای روزانش بپردازه یا حداقل تظاهر کنه بهشون. معمولا با مردمی دیدار میکنه که احتمالاً از قبل هم برنامه‌ریزی شده از قراراشون، تا اونو به عنوان رهبری ببینن که عمیقاً برای رفاه کشورش وقت میذاره. او در طول روز از کارخانه‌های نظامی، کشتی سازی یا مزارع هم بازدید میکنه. به طور کلی تمرکزش روی مکان‌هایی که به توسعه نظامی و اقتصادی کشورش کمک میکنن. در واقع تصمیمات اصلی توسط مشاوران رهبر کیم گرفته میشه. یکی از موضوعات مورد علاقه کیم برنامه تسلیحات هسته‌ای کشوره. از زمان روی کار آمدن کیم، قدرت هسته‌ای کشور به شدت پیشرفت کرده، اما کشور با تحریم‌های سنگینی روبرو شده. کیم در حالی که قدرت نظامی کره شمالی رو تقویت می‌کنه، مرزهای دیپلماسی بین‌المللی رو جابجا می‌کنه. اما حضور کیم در مکان‌های عمومی برای نشون دادن مهارت رهبری اون نیست،
بلکه بخش مهمی از ماشین تبلیغاتی کره شمالیه. هر دست دادن، هر لبخند و هر رفتار اون از قبل طراحی شده. امنیت کیم. کیم جونگ اون دائما ترس از ترور شدن داره. به همین دلیل افراد زیادی مسئول محافظت از او هستن. گروه محافظان باید از او کوتاه‌تر باشن تا همچنان ابهت کیم حفظ بشه. این افراد به دلیل وفاداری و مهارتشون برای این گروه انتخاب میشن. کیم اغلب با یه لیموزین دیده میشه که ارزشش 1.6 میلیون دلاره. کیم عاشق ماشینای لوکسه و کلکسیون شامل آودی R8، رنج روور، رولز رویز فانتوم و چندین خودروی لوکس دیگه است. زمان نهار کیم رسیده. کیم منتظر خوردن یه غذای لذیذ و گرون قیمته. عشق کیم به سوشی زبان زده، اما نه یه سوشی معمولی. انتخاب او تروه که از چربترین و بهترین قسمت ماهی تون تهیه میشه. علاوه بر اینا در وعده نهار کیم سوپ بالی کوسه و خاویار ایرانی هم میخوره. ورود این دوتا آخری که گفتیم به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به کره شمالی ممنوعه، اما این باعث نمیشه که کیم از علایقش دست بکشه و با هر قیمتی اونا رو وارد میکنه. کیم همچنین با غذاهاش نوشیدنی‌های میلیون دلاری هم میخوره. از جمله نوشیدنی‌های مورد علاقش هم میتونیم به ویسکی، کنیاک و شامپاین اشاره کنیم. کیم همچنین طرفدار شامپاین کریستاله که افراد ثروتمند و موفق دنیا ازش استفاده میکنن. عصر دوباره به سر کار برمیگرده و به تأسیسات هسته‌ای کشور سر میزنه. کیم اغلب آزمایش‌های موشکی انجام میده تا به همه قدرت نظامی کشورش رو یادآوری کنه. او از زمانی که به قدرت رسید دستور اعدام 340 نفر از نزدیکانش رو داد، حتی عموشو. اوقات فراغت و قایق‌های تفریحی. وقتش رسیده که کیم کارو تعطیل کنه و به عشق و حال بپردازه. یکی از سرگرمی‌های اون قایق سواری با قایق بادبانی شخصیشه که یه قایق 200 تنی به اسم پرنسسه. قیمت قایقش هم 7-8 میلیون دلاره. این قایق با هر چیز لوکسی که فکرشو بکنید تزیین شده. سالن‌های غذاخوری شیک تا اتاق خواب‌های مجلل و مجهز. زمانی هم که توی قایق‌های تفریحیش نیست، از اسکی در پیست اسکی مکونگ لذت می‌بره. یک استراحتگاه 35 میلیون دلاری. این استراحتگاه برای جذب گردشگران خارجی ساخته شده بود. این محیط همه چیز داره، هر چیزی که فکرشو بکنید. کابین‌های چوبی دنج، سالن‌های اسپای پوست و رستوران. همونطور که گفتیم قرار بود این مکان تفریحی بین‌المللی باشه، اما فقط کیم داره باهاش لذت می‌بره. کیم طرفدار فیلم‌های پرفروش هالیوودی هم هست و یک سینمای خصوصی با گنجایش 1000 نفر آدم داره. و فیلم‌های مورد علاقه‌شو اونجا می‌بینه، مخصوصاً فیلم‌های اکشن. به بخش آخر رسیدیم، یعنی قسمت شام و بعدش هم پارتی‌های شبانه با دخترها. موقع شام یه نمایشگاه از غذاهای لذیذ معروف دنیا برای کیم را میندازن. خاویار، خرچنگ و گوشت‌های گران قیمت گاو از این غذاها هستن. اما کیم هیچ غذایی رو بدون الکل نمی‌خوره. با شام شراب شامپاین و ویسکی هم می‌زنه بر بدن. کیم به گرفتن مهمونی‌های عجیب و وحشیانه شبانه شهرت داره. مهمان‌های خارجی و مشهور و دختران زیبا در این مهمونی‌ها حضور دارن. کلی هم زن و دختر دور و برش تا با رقصیدن و آواز خوندن و اینا به خودش و اطرافیانش حال بدن. موقع خواب فرا رسیده بعد از مهمونی و فراریان کره شمالی هم اعتراف کردن که کیم با مقدار زیادی مشروب به خواب میره، وگرنه نمیتونه بخوابه. خب امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنید. دمتون گرم که تا اینجا با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.